درود خدمت هموطنان گرامی. این صفحه اینستاگرامی مربوط میشه به یکی از بیزه نوازان و مخبرین میراث فرهنگی، شخصی که با نام حسین ایران دوست یا دکتر حسین ایران دوست، از این افرادی که پول میدن مدرک تحصیلی میخرن که فراوان ما داریم میبینیم از این مدل کسکش پدر رو. اما روی صحبتمون با این بیزه نواز میراثه، حسین ایران دوست، مردی که دوزاری پا اومدی روی یکی کارهای آقای رضا صاحب‌پور نظر دادی، مربوط به پولوم گشت‌ساران، دقیقا همین کلیپ دادی بیرون و گوی مکان رو رد کردی. اول میخوایم صحبتهای توی دوزاری گوش بدیم، بعد میخوایم به راهنمایی بدیم که کار راحت تر بشه. البته این راهنمایی رو ما برای مردم گشت‌ساران میذاریم، اما امثال تو حسین ایران دوست شک نکن به روزش، به وقتش، به ساعتش، دقیقا تو محیط و مکانی آماده میشی که اونجا برای ماست و قروق ماست. اون موقع چنان تجاوزی بهت میشه تا بفهمی که بیزه نوازی برای سازمان میراث فرهنگی چه آخر عاقبتی داره. کسکش پدر مادر جنده، کیر لاپسونه زن جندت، کیر لاپسونه دختر جندت، کیر تو کونه پدر کونی و کسکشت. وقتی که به کونت گذاشتیم تو اون محیط و جایی که مد نظرمونه، اون موقع متوجه میشی که بیزه نوازی میراث، مخبری برای سازمان میراث فرهنگی که بگی آقا چهار تا کار آقای رضا صاحب‌پور رد بکنم میراث فرهنگی خوشش میاد کیف بکنه، در آینده برای چه اتفاقاتی میفته. اما اول میخوایم رو کار خودت که اینجا نا علامت زدیم روی این پلوم گشت‌سارا توضیحاتت اول میخوایم گوش بدیم که تو چجوری داری مکان رو داری رد میکنی. کسکش پدر، ما بهت آدرس درست میدیم با چه سیستمی دستگاه بزنی دیگه، از این بهتر، از این راحتتر. و مردم گشت‌ساران هم باید همین کار رو انجام بدن، چون مشخصا به شما مخبرین میراث اعتمادی نیست. شما یک مش افراد کسکش آشلاشید، مادراتون جندن، زناتون جندن، دختراتون جندن و راه کاسبیتونه و مشخصه این شاخصتون ها. ما تهمت به شما نمیزنیم، شما یه اینجور ولد زناهای حرومزاده هستین. ما شاخص کارم میذاریم که چه مدل چی، قبلن هم ما مربوط به توضیحات آقای رضا صاحب‌پور یه کلیپ دیگه هم چند ماه پیش گذاشته بودیم، یه نوع کلیپ دیگه ما چند ماه پیش قرار داده بودیم داخل کانال، و یکی دیگه هم که مربوط به کارهای آقای رضا صاحب‌پور بود که مربوط به 4-5 سال پیش بود، مربوط به این مکان. پس این میشه سومین کلیپ. ما داریم مربوط به پلوم گشت‌ساران میریم بیرون برای آگاهی مردم شریف گشت‌ساران. آقا این پلوم گشت‌ساران تو چجوری باید پلومشو بفهمی کجا قرار داره. ما یک بار دیگه باز این توضیحات میذاریم، فریب این دوزاریا مخبرین میراث فرهنگی نخواد. اینا یه مش بیزه نوازن، اینا یه مش خایلیسن، یه بمال خایل نیستن، اینا خایلیسن. امثال حسین ایران دوست، امثال این کسکش پدر رو، اینا خایلیسن، یعنی دیگه بیزه نوازی کارشون گذشته، اینا خایلیسن. نون مخبریشون هم میخورن، نون آدم فروشیشون هم، آدم فروشی خودشون هم میخورن، با چهار تا نهاد و سازمان امنیتی هم پشت پرده قرارداد دارن. اما مشخصا برای این که بهت بفهمونیم حسین ایران دوست کسکش پدر مادر جنده، هیچی بار مغزت نیست کسکش پدر، این شاخص رو ما برای مردم گشت‌ساران میذاریم. از دوباره اتفاقا تو فیلم برداری خیلی قشنگتری گرفتی، هوا روشنتره، تصویر واضحتره، مربوط به این پلوم گشت‌ساران تصویر خیلی واضحتر و بهتری داره این فیلم برداری شما، توضیحات ما هم راحت تره. اما اول کلیپ توی دوزاری رو میخوایم نگاه کنیم، بریم کلیپ رو ببینیم. درود خدمت شما جویندگان، در اینجا یک کارشناس و یک تعداد کارشناس اومدن گفتن این پلومه، پلوم باستانی مربوط به یک دفینه شاهیست، اینم سر داره. چنین حرفی زدن که این پلوم و اینجا مسدود هست. آقا جان این طبیعیه، الکی خودتون رو خسته نکنید، هی میام میبینم میدارم پاشو دارم میکنن، آقا ریسک نکنید.
عزیز من، تجربه من داره میگه این کار هم تست کردیم که داریم میگیم طبیعیه، تست مراد شده، هم از نظر کلی داریم میگیم آقا این طبیعیه دیگه، خودتونو گیر ندید به این کار. این کار طبیعیست، هیچ گونه پلمب باستانی شاهی که از پشت ورودی بخوره، از این بر بخوره، از اون بر بخوره نیست. خودتونو درگیرش نکنید. شما هم نظرتونو در مورد این و البته اون کارشناس هم بخوا بگید. خب کلیپ رو دیدیم، کلیپ رو از این شخص دیدیم، حسین ایران دوست. حالا میخوام کارتو راحت بکنم، کارتو میخوام خیلی راحت بکنم. الان تو این پلوم رو نشون دادی دیگه، این پلوم نمای بالا رو نشون دادیم، پلوم نمای بالا. ما چند ماه پیش هم به نقل قول از آقای رضا صاحب‌پور اعلام کرده بودیم، به نقل قول از آقای رضا صاحب‌پور اعلام کرده بودیم که چند سال پیش هم اعلام کرده. کسکش بدر، خوب گوش کن و خوب ببین. این قسمت رو میبینی؟ زمینی که در اینجا قرار داره، مردم شریف گشتساران، شما هم ببینید. این بابا این کلیپا گوشه دیگه، زمین اینجا رو که میبینی، ما الان خط کشیدیم، یعنی دقیقا زمینی که دقیقا از اینجا قرار داره. و یه خورده خب بذارید بهتر بهتون نشون بدیم. دقیقا موازی با همین در شما نزدیک به 5 متر، 5 متر و نیم به عقب برمیگردید به این مسیر، دقیقا رو موازی با خود پلم، دستگاه اگزاماینر رو دقیقا در این نقطه میخ میکوبونید، میخ میکوبونید موازی با جایی که این پلم نمای بالا قرار داره. پلوم نمای بالا قرار داره، شما این زمین پای اینجا میخکوبی میکنید، میخکوبی میکنید. دستگاه اگزا ماینر یه دستگاه آلمانیه، میخه که کوبوندی خیلی راحت هم اینجا میگیره چون که زمینش خاکش زیاده. میخه تو دیگه کوبوندی یه لاین بگیر، یک لاین بگیر رئیس من، یک لاین بگیر، یعنی شما یک ابعاد حداقل به درازه حداقل 3 متر تا نزدیک به 5 متر شما باید میخکوبیاتون بخوره. 3 متر تا 5 متر مشخصا 2 متر 2 متر 2 متر 2 متر تا بشه 3 متر نیم بگو 5 متر به درازه باید بیفته میخکوبی شما دقیقا موازی با در. دستگاه اگزاماینرتو میزنی، دستگاه اگزاماینرتو که بزنی دقیقا از این نقطه لاین به شما میده دقیقا به زیر پلوم، چون که ما به نقل قول از آقای رضا صاحب‌پور چند ماه پیش هم اعلام کردیم پلوم زیره و آقای رضا صاحب‌پور هم کلیپی که چند سال پیش مربوط به این مکان دادن گفتن و اشاره کرده بودن اون زمان که آقا به پایین، به پایین، و اصلا خود این مکان رو به عنوان خود پلوم حساب نکردن، گفتن اینجا هر چقدر کار بکنید خسته خودتون رو داریم میکنید، کار به زیره، به پایینه، اشاراش کرده بودن، مستنداتش همه چیزش هستش. اما چون که امثال حسین ایران دوست نون کسکشی، نون مادر زندگی، نون بیناموسی خوردن، دوستان خوششون بزنن به این رو، آخه نون مخبری برای میراث فرهنگی دیگه از این بهتر آدمو نمیکنه، از این بهتر نمیکنه که. حسین ایران دوست، کسکش پدر، مادر جنده، ما الان کروکی دادیم، هرونی هرون زاده، این کروکی رو برای مردم گشتساران دادیم که با سیستم بیان اول این سیستم رو بزنن، دستگاه اگزاماینر اینجا میخ بکنن، لاین بگیرن، درگاه دقیقا به زیره که یک تونل رو میده که به داخل میره و یک کار سالونی بزرگ این زیر قرار داره. دیگه از این راحتر، از این دیگه راحتر کسکش پدر؟ شما خواه اصلا مال این حرفا نیستید، کسکش بدارو که کروکی بدید بابت کارتون. آقا کسکش بدارو دوزاری حسین ایران دوست، مادر جنده، کیر لاپسون مادر جندت، تو مال این حرفا نیستید بخوایی کروکی بدی حرومی حرومزاده. ما الان کروکی رو گوشیم دیگه، این کروکی هم به نقل قول از صحبت های آقای رضا صابرپوره، تو مغز خالید یه گوشش سعی کن بایکوت بذاری. از همین زیر میزنی، میخه تو اینجا کوبوندی که خط زدیم از این قسمت، وقتی که میخ کوبی تو کردی به درازا 2 متر
دومت دومت باید بری تا نزدیک به 5 متر برسی، بزنی لاینی به زیر درگاه. درگاه پایینه، درگاه پایینه از من، دستگاه اگزماینر. با سیستم فروشی تو جور در نمیاد حسین ایران دوست. نه دکتر حسین ایران دوست، مدارک تحصیلی تو کجا خریدی؟ از سمت میدون انقلاب؟ چون اونجا مدارک تحصیلی شاهین احمدی نمین هم آخه مدارک تحصیلیشو پول داده خریدن و شده دکتر مثل تو. کسکش پدرای دوزاری، تو بلدیسی کروکی بدی، حرام زده مادر جنده. توی فضای چرت و بیمعنی این اینستاگرام برای خود 182,000 نفر رو بیمخ رو بمانند خود جمع کردی، هر مزخرفاتی هم بگی خب اون جماعت هم مثل خودتن، سبک مغزن، قبول میکنن ازتون. اما کار آقای رضا صاحب‌پور کروکی دادن و نقطه دادن و بعد سیستم زدنه. کسکش بدر، کاری که امثال شما وجودشو ندارید انجام بدید، چون که تخصصشو ندارید، دانششو ندارید، فهمشو ندارید. حرامزادی مادر جنده، این کروکی هم که ما دادیم به نقل قول از آقای رضا صاحب‌پوره. بچه های گشتساران، جویندگان گنج تو منطقه گشتساران، یه دستگاه اگزماینر بگیر، این سیستم رو بزنید. دنبال روی حرف این مخبرین دوزاری هم نرید. دنبال روی حرف این مخبرین دوزاری هم نرید. که براتون بخوام بیان این کسکش پدرا این مدلی نسخه بخوام بپیچن، هر کروکی آقای رضا صاحب‌پور میده بعد میگه آقا کجا تو کجا سیستم بزن، کاری که هیچ کدوم از این مادر جنده ها حتی وجودش ندارن انجام بدن، چون مخبر خود میراثن. بعد از اون میراث فرهنگی کیا رو جمع کنه؟ یک مش احمق و گاو و گوساله رو. میراث فرهنگی آقا احمق پرور احمق رو جمع میکنه عزیز من. شما رو این پلو میگه ساران بی خیال بشین، امثال غلام رضا تاجگردون نماینده مجلس گشتساران چند سال پیش میخواست بزنه تو گوشه این پلوم گشتساران، نتونست بزنه. فقط این عوامل رو دارن هی بسیش میکنن، میفرستن که شماها بی خیال این مکان بشین. بابا هیچ کاری نداره، ما الان داریم میگیم. تو فیلم برداری خیلی قشنگی هم که این بابا گرفته کاملا مشخصه از کجا شما باید سیستمتون رو بزنید. دقیقا پایین پای همین درختی که اینجا افتاده، شما 3 متر نزدیک به 5 متر باید بیاییم پایین، یعنی پایین تر از همین درختی که در اینجا افتاده، همین درختی که در اینجا افتاده، شما باید تو محوطه پایینش کار بکنید. عزیز من سیستم رو باید از اینجا بزنید، از پایین پای همین درختی که الان تصویر داری میبینید، از اونجا میشه نزدیک به 5 متر، 5 متر به پایین، پایین این درخت میفته که زمین صافه. میخکوبی تو بکن، سیستمتو بزن، دستگاه اگزماینر رو بزنی 4-5 متر به پایین میگیره، لاین بد میده، لاین دقیقا به زیر صخره میده. به همین سادگی بابت این فیلم برداری تراتمیزم ازت متشکریم آقای دکتر حسین ایران دوست بیزنواز، مخبر سازمان میراث فرهنگی. فیلم برداری تمیزی گرفتی برای ما که توضیحات ما رو راحت تر کردی. آقا دستگاه اگزماینر همین درخت رو نشون بکن که کنار پلمپ، پایین همین درخت میخکوبیات رو بزن دستگاه اگزماینر، لاینی به زیر همین پلمپ برو. 3 متر تا 5 متر هم باید درازای میخکوبیت باشه، ولی تو 5 متر بگیر درازای میخکوبیت رو. عزیز من برو به زیر این مکان، لاینی دستگاه بهت میده، 20-30 متر خوش میره به زیر صخره حرکت میکنه، که از این 20-30 متر 15 مترش تا 16 متر از اون لاینی که میگیره دستگاه اگزماینر قابل قبوله. تمام مسیر تونل بهت نشون میده. عزیز من چیه دیگه از این بهتر؟ واقعا عالیه، فیلم برداری خیلی تمیزی گرفتی، کار ما رو خیلی راحت تر کردی. شاهین احمدی نمین اون از تو زرنگتر بود، چون که اون دقیقا رفت چسبید به پلم، فضای بازتر رو نشون نداد که تصویر برای دیگرون باز بشه، که مردم یه دفعه بفهمن که این بابا داره کس شعر میگه. اما چون که تو یه خورده احمق‌تر بودی اومدی عقب که فیلم برداری گرفتی و کار ما رو راحت‌تر کردی در توضیح دادن این مکان و طریقه سیستم زدنشو. دیگه اینو ما سپردیم به بچه گشتساران دیگه، مختونم ندین دست این کسکش پدرای سازمان میراث فرهنگی. اینا مخبرین میراث فرهنگی، امثال این حسین ایران دوست، امثال این مادر جنده ها، این دوزاری کسکش پدر،
این زنازادگان، اینا مخبرین و بیز نوازان و خایلیسانی به سازمان میاسه فرنگیان. کاری که ما گفتیم انجام بده عزیز من، میفهمی زیر این مکان چیه؟ چون درگاه دقیقا پایینه. کلیپ های چند ماهی پیش هم که ما در مورد این مکان صحبت کردیم، یه فیلم برداری کوچیک میگیریم بهتون نشون بدیم. تا برسه به فیلم برداری 5 سال پیشش که تا همون کلیپ کوتاه هم توضیح داده شده. اینم کلیپ سوم هستش که مربوط به پلوم گشتساران ما دادیم بیرون. پیروز و سربلند باشید هموطنان گرامی و فعلا بدرود. خب وقتی که هموطن گرامی وارد کانال یوتیوب میشی، تو قسمت ویدیوها وارد میشی، این کلیپ دقیقا عیز من این کلیپ رو داری میبینی. این کلیپ دو ماه پیش ما درست کردیم، مربوط به پلوم گشتسارا. برو ببین، یکی از این مخبرین بودش که اسم شاهین احمدی نمین بود، مخبری میراث فرنگی که مزخرفات و چرت و پرتو و دروغ و جالب بر این که دروغ های زیادی میگفت مربوط به این مکان. حرفایی میگفت که اصلا آقای رضا صاحب‌پور نگفته بودن، اما داشت به اسم آقای رضا صاحب‌پور تمام میکرد. شو که البته امسال شاهین احمدی نمین خایلیس هم میراث فرنگی بود، هم خایلیس غلامرضا تاجگردان نماینده گشتساران بود. تا این دکتر حسین ایران دوست که البته اینو پول میدن مدارک میخرن، خیلی جالبه، تو تهران هم فتا فراوون ریخته پول، تو بده تو مدرک فوق لیسانس که چی تا دکترا هم بهت میدن. همه چی با پول میتونی بخری، سواد و اندیشه ای که نداری با پول راحت میتونی بخری. اما مربوط به این پلوم گشتساران، برید ببینید. 2 ماه پیش هم ما به نقل قول از آقای رضا صاحب‌پور اعلام کرده بودیم که آقای رضا صاحب‌پور 5 سال پیش مربوط به این مکان فیلم برداری گرفتن. دقیقا گفته بودن زیر این مکان رو باید بگردید. ما یک کلیپ ساختیم به مدت 35 دقیقه و کلیپ سوم هستش که الان شما دارید میبینید، اما کلیپ دوم میشه این کار که الان دارید میبینید که دورش خط کشیدیم که مربوط به همون پلوم گشتسارانه. بدرود.